پرشمارند ستارگان آسمان شعر و ادب سرزمینمون ایران. اما خب بسیاری حکیم ابوالقاسم فردوسی رو پرفروغ ترین ستاره در این آسمان و او رو بزرگترین شاعر ایران میدونند. اما از بین این همه چرا فردوسی؟ اجازه بدید برگردیم به زمان گذشته. بریم به اون زمانی که گسترش دین اسلام از شبه جزیره خیلی زیاد شد. بریم به اون زمانی که گسترش دین اسلام از شبه جزیره عربستان آغاز شد. مسلمانان همه کشورهای همسایه خودشون رو فتح کردند. بعد چه اتفاقی افتاد؟ مثلا ورود اسلام به مصر دگرگونی‌های بنیادی بسیاری رو موجب شد. باورها از آموزه‌های اسلام تأثیر گرفت. آداب و رسوم مصریان رفته رفته تغییر کرد و در نهایت فرهنگ مصریان به کلی دگرگون شد. امروزه می‌بینیم که بیشتر زبان‌های آسیای آفریقایی از جمله زبان مصریان پیش از اسلام از میان رفته و عربی جای اون رو گرفته. اما این اتفاق در ایران رخ نداد. فارسی نه تنها زنده بلکه زبان رسمی کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان و بیش از 120 میلیون گویشور در سرتاسر جهان داره. و ما این مهم رو بیش از هر کس به فردوسی بزرگ مدیونیم. او که با تحمل رنجی 30 ساله گرانبهاترین گنجینه شعر، ادب، حماسه و البته تاریخ ایران یعنی شاهنامه رو آفرید. همان گونه که انگلیسی زبان بین المللی سیاست و بازرگانی و آلمانی زبان بین المللی صنعت و فناوری به شمار میره، بسیاری زبان فارسی رو زبان بین المللی عشق و عرفان میدونند. ادیبان و زبانشناسان جهان در نشست برلین در سال 1872 زبان فارسی، لاتین، سانسکریت و یونانی رو به عنوان 4 زبان کلاسیک جهان برگزیدند. چرا که فارسی زبانی است باستانی با ادبیاتی غنی که در 1000 سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. البته کاملا طبیعی است که زبانها در گذر زمان دستخوش دگرگونی شده، واژه‌هایی به آنها افزوده و یا از آنها کاسته شوند. عده‌ای معتقدند زبان ابزاری است برای برقرار کردن ارتباط. پس میتوان از هر واژه‌ای که بهتر ارتباط برقرار می‌کند استفاده کرد. یه چیزی توی این مایه‌ها. از سوی دیگه عده‌ای بر این باورند که زبان را باید که پاس داشت، فقط از واژه‌های فارسی استفاده کنیم و برای واژه‌های نو معادل فارسی، ببخشید، پارسی بسازیم. به همین منظور فرهنگستان ایران در سال 1314 تأسیس شد. هدف اصلاح خط و زبان فارسی بود. بیش از 2000 واژه ساخته شد، واژه‌هایی که میشه گفت همه اونها امروز رایج هستند. اما این فرهنگستان تعطیل و در سال 1347 فرهنگستان زبان ایران تأسیس شد. 6650 واژه ساخته شد، اما سرگرایی بیش از اندازه باعث شد کمتر واژه‌ای از نوواژه‌های این فرهنگستان به یاد کسی بمانه. بار دیگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. به نظر میرسه این فرهنگستان وام‌واژه‌های عربی رو دیگه بخشی از زبان فارسی میدونه و همه توانش رو بر روی معادل سازی برای واژه‌های غربی گذاشته. ولی میدونید اگه همین فرهنگستان‌ها نبودند، اینا الان محصلان رشته معرفت الارض اونیورسیته تهران بودن، در حالی که امروز بهشون میگیم دانشجویان رشته زمین‌شناسی دانشگاه تهران. البته فرهنگستان‌ها گاهی زیادی مطلب خشخاش گذاشتن. زیاد روی هایی هم شد، مثل معادل پارسی ساندویچ چی بود؟ دراز لقمه، یا مثلا آباژور که اون رو نورتاب نامیدند. خیلی هم زیباست، منتها مگه بقیه چراغ ها چیزی به جز نور میتابند؟ خوبه بدونیم شاهنامه فردوسی به فارسی سره یعنی 100% آری از واژه های بیگانه نیست، بلکه واژه های با ریشه عربی، سوریانی، ترکی، هندی، یونانی و یک واژه چینی روی هم رفته 5% از شاهنامه رو شکل میدن. پاس داشتن زبان امریست بسیار پسندیده، اما به راستی چه خوش گفت که همه کار گیتی به اندازه به. این بزرگترین شاعر ایران فردوسی بزرگ.